حسن بشارته که به وضعیت تیک پاره آورده. همایون موقع رسید پیش ما اینا را پای پیاده از در مصلی آورده بودن. واقعا لتوپار بود. همینجوری سرش شکافته بود، داشت خون همینجوری فواره میزد. با همین وضعیت باز دست شو بستن شروع کردن شکنجه کردن. تک تک بچه ها اینجوری بودن. موقعی که ما رفتیم وسط این مهدی عبدالرحیمی که آوردن، من دیگه اصلا طاقت نمی‌بردم واقعا. این نشنده بودنش رو درب ماشین، حرفه‌ای هم بودن، اصلا آموزش دیده بودن. این زانوهاش رو آویزون کرده بودن، یه باتون برقی پلاستیکی و شوکتار آورده بودن، میزدن تو این دوتا عصب زانوش به طور وحشتناک. اصلا دیگه هیچ که طاقت نمی‌برد. یه صحنه که بخوام بهتون بگم، موقعی که ما رو میزدن، مثلا من خودم شخصا یا بچه‌های دیگه هیچ که درد خودمون رو حس نمی‌کردیم. موقع می‌دیدیم یه مجاهد دیگه رو دارن میزنن، اصلا آدم دل تو دلش نمی‌مون. هر یکی می‌پرید که خودشو بندازه اون یکی، اون یکی رو نزدن. ولی اینا اون یکی رو می‌کردن، این یکی رو می‌زدن. محمد رضا هوشمند و صحنه‌شو براتون بگم، 6 نفر افتاده بودن روش، این آسم داره. یعنی تنگی نفس داشت. منم از قبل چون یه مدت تو پذیرش با هم بودیم می‌شناختمش. خوابونده بودنش به سینه، روی سینه خوابونده بودنش، دم روی این پشتش به هوا بود. دقیق یه نفر چون من این صحنه شدیدم دویدم به سمتش، از زیر دست اونا در رفتم که بتونم یه کمکی بهش بکنم، ولی باز گرفتن زدنم نتونستم بهش برسم. روی دو تا پاش یه نفر روی از پشت زانو تا ساق تا مچ پاش ایستاده بود، یه نفر روی رونش تا دم کمرش ایستاده بود، یه نفر پاش گذاشته بود. این تمام هم آدمای دو متری هیکل گنده آورده بودن و تمام وزنش روی کمرش ایستاده بود. یه نفر اینجوری صورتشو به سمت راست خوابونده بودن، پاشو گذاشته بود روی سرش و گردنش فشار میداد. یعنی 4 نفر روی این ایستاده بودن. به خدا قسم که میگم عین صحنه روش ایستاده بودن. 2 نفرم 6 نفر بودن. 2 نفرم تا میخورد میزنش.